درود بر شما دوستان و همراهان. در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ‌های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس می‌خوایم در خصوص پرکاربردترین و ضروریترین عبارت‌های مورد نیاز در مکالمه‌های تلفنی صحبت بکنیم و اونها رو با هم تحلیل کنیم، با هم یاد بگیریم و تمرین کنیم و در همین درس خوب ملکه ذهنمون بکنیم. میدونید که تلفن کردن خب طبیعتاً یکی از موضوعاتی است که در دنیای امروزی بسیار کاربرد داره و وقتی هم که شما بخواید درخواستی از فردی داشته باشید در انگلیسی، یکی از راه‌هاش اینه که از طریق تلفن با طرف ارتباط برقرار بکنید. پس ما عبارت‌های مورد نیاز رو در این درس با هم تمرین می‌کنیم. فراموش نکنید برای یادگیری مؤثر و مفید خودتون طبق روشی که در انتهای این کلیپ بیان شده تمرین بکنید تا بتونید خوب عبارت‌ها رو یاد بگیرید. در این درس ما هر عبارت رو برای شما 3 بار تکرار می‌کنیم. یک بار به حالت شمرده و کلمه به کلمه، یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال تا شما فرصت کافی برای تمرین طبق روشی که در انتهای این کلیپ بیان شده رو داشته باشید. بسیار خوب، بپردازیم به پرکاربردترین عبارت‌های مورد نیاز در مکالمه‌های تلفنی. Who is calling, please? Who is calling, please? Who is یعنی کیه، calling یعنی در حال زنگ زدن، please یعنی لطفاً. Who is calling در حالت حال استمراری و به صورت سوالی پرسیده میشه چه کسی داره زنگ میزنه، یا اینکه خیلی راحت در فارسی میگیم ببخشید شما؟ Who is calling please یعنی چه کسی داره زنگ میزنه، یا خیلی راحت در فارسی میگیم شما. Who is calling please? Who is calling please? Who is speaking? Who is speaking? Speak یعنی صحبت کردن و نه اسپیک. اولش دوستان نداره، دقت بکنید در تلفظ انگلیسی مقدار باید رعایت بکنید. بعضی کلمات بی صدا هستن مثل اس و پی در speak، شما هیچ وقت نمیتونید اولش اضافه بکنید. بسیار دیده میشه که خیلی‌ها میگن speak، به این صورت نیست تلفظ درستش و تلفظ درست به این صورته speak. خب بگذاریم. Speak یعنی صحبت کردن، speaking یعنی در حال صحبت کردن. Who is speaking در حالت حال استمراری سوالی آورده شده، یعنی چه کسی داره صحبت میکنه، یا خیلی راحت در فارسی میگیم ببخشید شما. اگر در مکالمات تلفنی در انگلیسی خواستید ازش بپرسید که چه فردی است یا چه کسی است که داره به شما زنگ میزنه یا به شما زنگ زده، میتونید بگید Who is speaking یعنی چه کسی داره صحبت میکنه. Who is speaking? Who is speaking? Who is it? Who is it? Who is it یعنی کیه، یعنی شما کی هستید. it اشاره میکنه به اون مکالمه تلفنی یا فردی که زنگ زده. Who is it یعنی این کیه، شما کی هستید. Who is it? Who is it? Whom am I speaking to? Whom am I speaking to? Speak to یعنی صحبت کردن با. Whom am I speaking to یعنی من با چه فردی دارم صحبت میکنم. این عبارت دوباره روشی است برای اینکه شما بپرسید طرف کیه، چه فردی است که به شما زنگ زده. Whom am I speaking to? Whom am I speaking to? Hold on a minute. Hold on a minute. Hold on یعنی متوقف شدن یا صبر کردن. A minute یعنی یک دقیقه. Hold on a minute یعنی یک دقیقه صبر کنید. شما فرض کنید که میخواید به طرف بگید که منتظر باشه، یا تو فارسی میگیم لطفاً گوشی رو نگه دارید، یا اینکه لطفاً چند لحظه صبر کنید، یا لطفاً یه دقیقه صبر کنید. در انگلیسی یکی از عباراتهایی که استفاده میشه اینه Hold on a minute یعنی یه دقیقه صبر کنید. Hold on a minute. Hold on a minute. Just a minute. Just a minute. Just یعنی فقط. A minute یعنی یک دقیقه. Just a minute یعنی یک دقیقه. یک لحظه یا یک لحظه گوشی باهاتون باشه. یک لحظه منتظر باشین. Just a minute. Just a minute. Hold on. Hold on. Hold on یعنی متوقف شدن یا منتظر شدن. Hold on یعنی منتظر باشید. البته بهتره در ادامهش یه please هم به کار ببرید که مؤدبانه تر بشه. Hold on please. Hold on please. Hang on, please. Hang on, please. Hang on عبارتی است یا فعل عبارتی است که یعنی صبر کنید، منتظر باشید. همچنین در این عبارت اگر بخوایم مؤدبانه تر باشیم و بهتر بیان بکنیم، بهتر است که از عبارت لطفاً یا همون please در انگلیسی استفاده کنیم. Hang on, please. یعنی لطفاً منتظر باشید. Hang on, please. Hang on, please. Wait a moment, please. Wait a moment, please. Wait یعنی منتظر باشید. A moment یعنی یک لحظه. Please یعنی لطفاً. Wait a moment, please. یعنی یک لحظه صبر کنید لطفاً. Wait a moment, please. Wait a moment, please. Sorry, Mori is not here. Sorry, Mori is not here. Sorry یعنی متاسفم. Mori اسم خاصه. امش به صورت بزرگ نوشته شده یا capital. is not here یعنی اینجا نیست. Sorry Mori is not here یعنی متاسفم موری اینجا نیست. مثلا طرف به شما میگه که موری اونجاست، بعد شما میگین Sorry Mori is not here. Sorry Mori is not here. Sorry Mori is not here. Mori is out at the moment. Mori is out at the moment. Mori is out یعنی موری بیرونه. At the moment یعنی در این لحظه، در این لحظه که با شما دارم صحبت میکنم. Mori is out at the moment یعنی موری الان یا در همین لحظه بیرونه. Mori is out at the moment. Mori is out at the moment. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sorry یعنی متاسفم. I didn't یعنی من انجام ندادم. Catch یعنی گرفتن. That اشاره میکنه به اون موضوعی که در موردش دارن صحبت میکنن یا on. Sorry I didn't catch that یعنی ببخشید من نگرفتم شما چی گفتید یا متوجه نشدم. از این عبارت هم در مکالمات تلفنی میتونید استفاده بکنید، هم در مکالمات عامیانه‌تون، حتی در مکالمات رسمی استفاده بکنید. وقتی که متوجه موضوع نشدید میتونید بگید Sorry I didn't catch that. Sorry I didn't catch that. Sorry I didn't catch that. Say that again, please. Say that again, please. Say that یعنی آن را بگویید. Again یعنی دوباره. Please یعنی لطفاً. Say that again, please. یعنی لطفاً دوباره بگید. خب احتمالاً شما متوجه موضوع نشدید و گفتید Sorry, I didn't catch that. Say that again, please. میشه لطفاً دوباره بگید. لطفاً دوباره بگید چیزی که گفتید. Say that again, please. Say that again, please. I can't hear you very well. I can't hear you very well. I cannot یعنی من نمیتوانم. Hear یعنی شنیدن. Hear you یعنی تو رو بشنوم. صدا تو بشنوم. Very well یعنی خیلی خوب. دوستان تلفظ وی در very رو باید دقت بکنید. وقتی که شما وی رو میخواید تلفظ بکنید نیش دندون بالا باید لب پایین شما رو بگزه. به این صورت very very. اما وقتی که میخواید W در well رو تلفظ بکنید باید دقت داشته باشید که لبهای شما در هنگام تلفظ W باید به صورت بوسه تقریبا باشه و هوا از دهان شما خارج میشه. در حقیقت وقتی که میخوایم بگیم very well برای تلفظ V نیش دندون بالا لب پایین رو میگذره و در حالتی که میخواید بگید well باید لبهای شما به حالت بوسه و هوا خارج میشه. Very well یعنی خیلی خوب. I can't hear you very well یعنی من صدای شما رو خیلی خوب نمیشنوم. I can't hear you very well. I can't hear you very well. Sorry, this line is quite bad. Sorry, this line is quite bad. Sorry یعنی متاسفم. This line یعنی این خط تلفن. Is quite bad یعنی خیلی اوضاعش خرابه. خیلی بده. خط مشکل داره. Sorry, this line is quite bad. Sorry, this line is quite bad. I will ask him to ring you when he gets back. I will ask him to ring you when he gets back. I will ask him یعنی من از او خواهم خواست. To ring you یعنی به شما زنگ بزنه. When وقتی که get back یعنی برگشتن. When he gets back میبینید که اس سوم شخص هم در get اضافه شده برای اینکه اشاره بکنه به he یعنی وقتی که او برگشت. I will ask him to ring you when he gets back یعنی من از او خواهم خواست که به شما زنگ بزنه. چه زمانی؟ وقتی که او برگشت. یا خیلی ساده تر وقتی برگشت ازش میخوام که به شما زنگ بزنه. I will ask him to ring you when he gets back. I will ask him to ring you when he gets back. Could you tell Mori that I called, please? Could you tell you Mori that I called, please? Could you عبارتی است که برای درخواست‌های مؤدبانه استفاده میشه. یعنی آیا شما میتوانید، آیا براتون ممکنه که چیکار بکنی؟ Tell Mori که به موری بگید that که I called من زنگ زدم. Call یعنی صدا کردن، همچنین تلفن کردن. Please هم یعنی لطفاً. Could you tell Mori یعنی آیا شما میتونید به موری بگید that که I called من زنگ زدم. Please لطفاً. Could you tell Mori that I called please یعنی میشه لطفاً به موری بگید که من زنگ زدم. Could you tell Mori that I called please. Could you tell Mori that I called please. I will let Mori know that you rang. I will let Mori know that you rang. I will let یعنی من اجازه خواهم داد. Mori know که موری بدونه. That که you rang. شما زنگ زدید. پس گذشته ring یعنی زنگ زدن میشه rang. I will let Mori know. یعنی من اجازه میدم که موری بدونه. یا در واقع I will let Mori know. یعنی من بهش میگم. That you rang. که شما زنگ زدید. I will let Mori know that you rang. یعنی من به موری میگم که شما زنگ زدی. I will let Mori know that you rang. I will let Mori know that you rang. بسیار خوب، اجازه بدید که در ادامه یک مکالمه واقعی در مورد مشکل خط تلفن و اینکه یه بنده خدایی به دوستش زنگ زده بوده و متاسفانه نتونسته باهاش صحبت بکنه و حالا دوباره یه زنگ دیگه زده، موفق شده باهاش صحبت بکنه رو با هم بررسی کنیم و این مکالمه واقعی رو خوب یاد بگیریم. Is your phone out of order? Is your phone out of order? Your phone یعنی تلفن شما. Out of order یعنی خارج از سرویس، خارج از خدمات. داره سوالی میپرسه. Is your phone out of order؟ یعنی آیا تلفنت مشکل پیدا کرده، خارج از سرویسه؟ Is your phone out of order? Is your phone out of order? What do you mean? What do you mean? What do you mean? یعنی منظورت چیه؟ از این حرفی که میزنی منظورت چیه؟ چرا فکر میکنی که تلفن من مثلا مشکل داره؟ What do you mean? What do you mean? I tried calling you all night, but I couldn't get through. I tried calling you all night, but I couldn't get through. I tried یعنی من سعی کردم. Calling you که بهت زنگ بزنم. All night کل شب رو. But اما I couldn't نتونستم. Get through یعنی ارتباط بگیرم باهات، رد بشم از خط یعنی بتونم باهات ارتباط بگیرم. I tried calling you all night but I couldn't get through یعنی من کل شب رو داشتم بهت زنگ میزدم اما نتونستم شماره‌تو بگیرم، اما نتونستم از خط رد بشم و به تو وصل بشم. I tried calling you all night but I couldn't get through. I tried calling you all night but I couldn't get through. Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. Oh, همینطور که میبینید اچش خیلی واضح گفته نمیشه. یعنی همین ایوای خودمونه در فارسی. Oh, I was on the phone یعنی من در حال مکالمه بودم، با تلفن مشغول بودم. Last night یعنی دیشب. Sorry about that یعنی در مورد این موضوع متاسفم که خیلی استفاده میشه. Sorry about that یعنی ببخشید که اینطور شد، در مورد این موضوع متاسفم. Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. آه ببخشید کل شب رو داشتم با تلفن حرف میزدم، ببخشید که اینطور شد. Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. Well, you might wanna add call waiting to your phone service if you are always on the phone. Well, you might want to add call waiting to your phone service if you are always on the phone. Well یعنی بسیار خوب. You might یعنی ممکنه شما. Wanna تغییر فرم یافته want to در انگلیسی و در گفتار عامیانه want to تبدیل میشه به wanna. You might wanna یعنی ممکنه که شما بخواید add اضافه بکنید call waiting. waiting یعنی انتظار، call یعنی تماس. call waiting یعنی انتظار تماس to your phone service به خدمات تلفنت. You might wanna add call waiting to your phone service یعنی ممکنه که تو بخوای خدمات انتظار تماس رو به تلفنت اضافه کنی. If you are always اگر تو همیشه هستی on the phone در تلفن یعنی اگر همیشه با تلفن در حال صحبت کردنی شاید بهتره شاید بخوای سرویس انتظار تماس رو به خطت اضافه کنی که مردم رو الاف نکنی. Well, you might wanna add call waiting to your phone service if you are always on the phone. Well, you might want to add call waiting to your phone service if you are always on the phone. I guess so. I guess so. I guess یعنی من گمان میکنم. So در اینجا یعنی اینطور. I guess so یعنی فکر میکنم باید همین کارو بکنم. فکر کنم باید این کارو انجام بدم. I guess so. I guess so. بسیار خوب دوستان. به انتهای این درس در مورد پرکاربردترین عبارت‌های مورد نیاز در مکالمه‌های تلفنی پرداختیم، اونها رو با هم تحلیل کردیم، با هم مرور کردیم. فراموش نکنید دوستان طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین رو استفاده بکنید، حتما رونویسی بکنید، روخوانی بکنید، حتما صدای خودتون رو هنگام بیان و روخوانی عبارت‌ها و جملات ضبط بکنید و صدای ضبط شده خودتون و نحوه تلفظتون رو با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی تلفظیتون رو پی ببرید و اونها رو رفع بکنید تا باعث رشد و تقویت معجزه آسای یادگیریتون و البته قوای گفتاری و اسپیکینگ شما عزیزان بشه. بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان. منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم. لطفاً فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس‌های بیشتر و درس‌های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتماً دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام خوش باشید.